الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم، کار تو هم مهر و وفا بود، رضا جان پاداش تو که زهر جفا بود، رضا جان ایام ایام سوگواری آقا غریب الغربا امام رضا علیه السلام می باشد. این دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف آقا غریب الغربا. ابو سلط میگه انقدر زهر بر بدن آقا سر گذاشت که در وسط را تا حجرهشان هی به زمین می نشست و بلند می شد، می رفت و حیران شاه خراسان، گاهی و خیزان گاهی و غلطان. عباس الفر جای حجره را جمع کن، من در این دیار غریبم، کسی به عیادت غریب نمی آید. فرش ها رو جمع کردم، در بها رو بستم، دیدم جوان محسی مایی وارد شد، اشبه الناس به ارباب من آقا علی ابن موسی الرضا. فهمیدم دردانه آقاست، گفتم آقا جان من که درها رو بسته بودم چطور وارد حجره شدید؟ عرض داشت بازلت آن کسی که مرا از مدینه به توس به طرفت العینی میرساند از در بستم میتواند وارد کند. بابای غریبم کجاست؟ آمد کنار بدن بی جان بابا، آه از مدینه بر من نظر کن، یک دم تقی جان، یک دم تقی جان، آه از خراسان بر من گذر کن، یک دم تقی جان، یک دم تقی جان. کنار بدن بابا نشست، سر بابا را روی زانو گذاشت، این پدر و پسر با هم درد دل کردن. اما یا امام رضا خودت فرمودی ابن الشبیب، ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین. این قضیه در کربلا برعکس شد، سر جوانی روی دامان پدر پیری، سر به آسمان بلند کرد علی، علی دنیا بعد کلافا، دیگه زندگی بر من بعد از تو حرام از علی. علی جان بلند شو آبرویم را بخر، اما را از بین نامحرم ببر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.